اگه فکر میکنید مثل بقیه ویدیوها میخوام بگم سلام دوستان، امیدوارم حالتون خیلی خوب باشه، که دارم خانواده هاتون سلام و سلامت و پر انرژی باشید، باید بگم که حق با شماست. خوش اومدید. امروز بخواییم با هم دیگه درایو سی ویندوز، که در واقع همون درایو لوکال ویندوز هستش و ویندوز روی اون درایو نصب شده، رو با هم دیگه خالی بکنیم. همطور که میدونید هر چقدر این درایو خالی تر باشه، سرعت بالا اومدن ویندوز خیلی خیلی بیشتر خواهد شد و همچنین برنامه هایی مثل ادوبی که معمولا روی همون درایو سی نصب میکنیم، اونها هم خیلی روونتر اجرا میشن، خیلی فضای بیشتری دارن برای اینکه بتونن فایل های تمپشون رو اونجا ذخیره بکنن. بنابراین میخوام 10 تا روش یا مرحله رو براتون بگم که میتونید درایو سی ویندوزتون رو خالی تر بکنید. یه سریاش ساده و بدیهیه، ولی یه سریاش هم هست که خیلی به صورت ترفندیه و شاید هر کسی ندونه. اینا رو همین الان بدون فوت وقت بریم سراغ اولین نکته. اولین کاری که میکنید این هستش که دسکتاپتون رو خالی میکنید. همونطور که میدونید دسکتاپ زیر مجموعی از درایو سی محسوب میشه و هر چقدر که خالی تر باشه قاعدتاً درایو سی شما هم خالی تر هست. بله، همونطور که میبینید درایو سی من 25 گیگ آزاد داره و من الان شروع میکنم به خالی کردن دسکتاپم تا ببینیم حجمش چقدر کاهش پیدا میکنه. خیلی خوب، همونطور که میبینید دسکتاپ تقریبا خالی شده و همونطور که میبینید 88.7 گیگابایت آزاد داره، یعنی چیزی حدود 63 گیگ خالی شد. 63 گیگ فایل داشتم روی دسکتاپ که اونا رو خالی کردم و الان 63 گیگ خالی شد. مرحله بعدی این هستش که ریسایکل بین خودتون رو خالی بکنید. روی پوشه ریسایکل بین کلیک راست میکنیم و امپتی ریسایکل بین رو میزنیم. یکی 8 آیتم داریم تو اونجا، yes. و دیلیت انجام شد. مرحله بعد این هستش که پوشه دانلود که زیر مجموعه درایو سی هست رو خالی بکنیم. معمولا چیزایی که دانلود میکنیم میره توی این پوشه و بهتون پیشنهاد میکنم که نرم‌افزارهای دانلود منیجرتون رو حتما اون مسیرش رو تغییر بدید به یک درایو دیگه که روی درایو سی ذخیره نکنه. پوشه دانلود رو هم خالی میکنم توی یک درایو دیگه. خیلی خوب، پوشه دانلود هم خالی شد. حالا بریم یه چکی بکنیم ببینیم که چقدر از حجم رو تونستیم خالی بکنیم. بله، 98 گیگ الان آزاده، یعنی یه چیز حدود 11 گیگ خالی شد. مرحله بعدی آن اینستال کردن برنامه‌هایی هست که بهشون نیاز نداریم و ازشون استفاده نمی‌کنیم. برای این کار توی منوی استارت سرچ می‌کنیم کنترل پنل و از این قسمت آن اینستال ا پروگرام که بزنیم، اینجا لیست برنامه‌ها رو برامون میاره که میتونیم هر کدوم از برنامه‌هایی که بهشون نیاز نداریم رو از این طریق پاکشون کنیم. بهتر که عادت کنیم نرم‌افزارهایی که نصب می‌کنیم رو، حالا به غیر از نرم‌افزارهای ادوبی، روی درایوهای دیگه نصب کنیم که حجم زیادی از درایو سیمون رو پر نکنه. و اما رسیدیم به اون قسمتیش که گفتم یه مقدار ممکنه ترفندگونه بشه و هر کسی ندونه. نرم‌افزارهای ادوبی مثل افتر افکت و پریمیر یه سری فایل‌هایی رو ایجاد می‌کنن توی درایو سی که حالا یا تمپ یا کشه و حجم خیلی زیادی از درایومون رو پر میکنن این فایل ها، که فقط صرفا به این خاطر ایجاد شدن که دسترسی سریع تری داشته باشه این افزار به فایل های مورد نیاز بعضی پروژه ها. خب قاعدتا وقتی یک پروژه تموم میشه ما نیاز نداریم به اون فایل هایی که ایجاد کرده این نرم افزار ها، پس بهتر که هر چند وقت یک بار بریم و این فایل ها رو پاک بکنیم که هم حجم کمتری از درایومون اشغال شده باشه و همین که این نرم‌افزارها بتونن دوباره یه سری فایل های جدید برای پروژه های جدید ایجاد بکنن و دسترسی سریع تری داشته باشه. خیلی خب، برای این کار میریم نرم‌افزار افتر افکت رو اول باز میکنیم، از منوی ادیت زیر منوی پرج رو انتخاب میکنیم و آل مموری اند دیسک کش رو روش کلیک میکنیم. بله، مینویسه که 22 گیگ دیسک کش داریم و با این اوکی زدنمون 22 گیگ پاک میشه. خیلی خب، افتر افکت رو میبندیم و پریمیر رو باز میکنیم. بریم از طریق منوی ادیت و زیر منوی پرفرنسز
گزینه مدیا کش رو انتخاب میکنیم. از قسمت مدیا کش فایلز گزینه دیلیت رو میتونیم انتخاب بکنیم تا برامون اون unused مدیا کش فایل ها رو، در واقع اون فایل هایی که بهش نیاز نداره رو، برامون پاک بکنه به صورت خودکار. خیلی خوب، اینم از این. دوباره بریم یه چک دیگه بکنیم که ببینیم چقدر از حجممون رو تونستیم خالی بکنیم. بله، الان شد 120 گیگ خالی. رسیدیم به قسمت سخت داستان. البته زیاد سخت نیست، خیلی آسونه، ولی خب ممکنه که فراموشتون بشه. بنابراین بهتون پیشنهاد میکنم که ویدیو رو سیو کنیم. کاری که میکنیم هستش که روی منوی استارت کلیک راست میکنیم و این گزینه ران رو اجراش میکنیم. توی باکسی که برامون اومده تایپ میکنیم temp و enter رو میزنیم. برامون یک پوشه میاره که یه سری فایل های temp، در واقع همون فایل های موقت، اونجا حضور دارن و منتظرن که ما اونا رو حذفشون کنیم. همه این فایل ها رو انتخاب میکنیم و shift delete رو میزنیم. اینجا داره بهمون میگه که سری از فایل ها در حال استفاده هستن و بهتره که اینها رو حذفشون نکنیم. تیکی که اینجا هست رو میزنیم و اسکیپ رو میزنیم. خیلی خوب، این پوشه رو میبندیم. دوباره همون حرکت رو میزنیم، یعنی میام روی منوی استارت، کلیک راس، ران، و این بار توی باکس مینویسیم پرسنت temp پرسنت و اینتر رو میزنیم. دوباره برای ما یک پوشه دیگه میاره حاوی یه سری فایل ها که منتظره که ما پاکشون کنیم. دوباره همه رو انتخاب بکنیم، شیفت دیلیت. دوباره بهمون میگه که یه سری فایل ها در حال اجرا هستن و باز بهتره که اینها رو حذفشون نکنیم. دینگ دینگ. خیلی خوب، این پوشه رو میبندیم. حدس بزنید که دوباره باید چیکار کنیم. درسته، دوباره میریم روی منوی استارت، کلیک راست میکنیم و ران رو انتخاب میکنیم. این بار توی باکس مینویسیم پریفچ اینتر. حدس بزنید که چه اتفاقی میفته. دوباره برای ما یک پوشه میاره که باید همه فایل های توش رو حذف کنیم. خیلی خب، این رو هم میبندیم. بله، همونطور که میبینید به خاطر اینکه من هر چند وقت یک بار این حرکت رو انجام میدم زیاد حجمی از من آزاد نکرد، ولی شما اگر برای دفعه اول این کار رو بکنید احتمالا نزدیک مثلا 3-4 گیگ براتون آزاد بکنید. و اما مرحله بعدی، میرید روی درایو سی تون کلیک راست میکنید و از قسمت پراپرتیز گزینه دیسک کلین اپ رو انتخاب میکنید. براتون یه سری فایل هایی رو پیدا میکنه که نیازی نیست باشن و همه رو انتخاب بکنید. حواستون باشه که پوشه دانلود و ریسایکل بین رو قبلا خالی کردیم. اگر که خالی نمی کردید اینجا از این طریق میتونستید خالیشون بکنید و اوکی رو میزنید. میگه که میخواید حذفشون کنید. میگم بله، میخوام حذفشون کنم و شروع میکنه به حذف کردن این فایل ها. و اما مرحله بعدی این هستش که قبل از اینکه از اینجا خارج بشید برید توی تب تولز و گزینه اپتیمایز رو انتخابش بکنید. درایو مورد نظرتون رو انتخاب بکنید و گزینه اپتیمایز رو بفشارید. خیلی خوب، اپتیمایز شد. البته این نکته رو بگم که اگر که درایو سی تون مثل من SSD باشه زیاد تأثیری نداره، ولی اگر درایو سی تون HDD باشه میاد یه حرکتی روش انجام میده به اسم فرگمنت که باعث میشه یه مقدار حجم کمتری اشغال بشه. خیلی خوب، این هم از 10 روش و 10 مرحله ای که بهتون گفتم میتونید درایو سی تون رو خالی بکنید. من از 25 گیگ آزاد رسوندمش به 120 گیگ آزاد که پیشرفت خیلی قابل توجهیه. خیلی ممنونم که این ویدیو رو تا انتها تماشا کردید. اگر فکر میکنید که این ویدیو به درد دوستاتون میخوره، به درد خودتون میخوره، استوریش کنید، سیوش کنید. حسن آبادی با یه ویدیو دیگه برمیگرده و مثل همیشه چکرم. یا علی. Really?